خوش آمدین هموطنان عزیز، داشتهای بخش پیام خانه تقدیمتون شد و حالا هم مهمان عزیزی که در کنار ما است شبانه جان معرفی می بله با آقای فریدون آژند سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات با شما هستیم و در مورد کارکردهای وزارت احیا و انکشاف دهات و پلان ها و برنامه هایشان در سال 1400 بیشتر صحبت ها را به جناب آژان می داشته باشیم. شما هم را همراهی کنید. سلام صبحتان بخیر. بسیار سلام صبح بخیر. خوش آمدین آقای آژان. تشکر. صبح شما بخیر. صبح همه بیننده های عزیز تلویزیون خورشید بخیر. امیدوارم که یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشید. ممنون از شما. خب بیشتر صحبت ها در مورد کارکردهای وزارت احیا و انکشاف دهات میشنویم از شما، بعدا میایم بالای پلان هایی که به سال 1400 داریم. تشکر. خب وزارت احیا و انکشاف دهات امور هم که از نامش پیداست تمرکزش برای بهتر شدن زندگی و ایجاد رفاه در روستاهای افغانستان است. ما هر ساله در آغاز سال مالی پلان سالی خود سالانه خود تنظیم میکنیم، بازی میره به وزارت مالیه، از اون طریق میره به پارلمان افغانستان و بعد از تصویب ما فعالیت خود شروع میکنیم. خوشبختانه ما در سال 1399 در سال مالی 1399 با توجه به اینکه با مشکل بسیار بزرگ شیوع ویروس کرونا روبرو بودیم، یکی از معدود نهادهای دولت افغانستان بودیم که تمام بودجه خود مصرف کردیم و بیشتر از بودجه خود مصرف کردیم. بودجه سالانه ما در 1399 25 میلیارد افغانی بود. ما برای لوازمی که 25 میلیارد کاملا مصرف کردیم، در اواخر سال مالی به دلیل آغاز برنامه دسترخان ملی 5 میلیارد دیگه هم برای ما داده شد و ما از اون تانستیم نزدیک به 2 میلیاردش هم مصرف کنیم، یعنی بیشتر از 100% بودجه خود در سال مالی 99 مصرف کردیم. خوشبختانه توانستیم نزدیک به 2500 پروژه را تکمیل کنیم و برابرداری برسه برای روستانشینان عزیز ما. بیشتر از 8000 پروژه وارد سال مالی 1400 شد. ما در سال 99 خوشبختانه دو طرح بسیار بزرگ آغاز کردیم، یکیش تقریبا بخشش تکمیل کردیم که ساختن 6000 مکتب بود. خوشبختانه نزدیک به 800 مکتبش تکمیل شد. در زنگ مکتب تحویل داده شد به معارف افغانستان و اولاد وطن تانستن یک بخش زیادشان از داخل خیمه و از زیر آفتاب سوزان داخل صنفای بسیار خوب منظم و مدرن امروزی درس خود آغاز کنند و همچنان برنامه دسترخان ملی را آغاز کردیم که یک کمک هرچند کوچک برای جلوگیری از فشار اقتصادی زیاد اکثر مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد را ما آغاز کردیم. بخش زیادی از مردم فاز اولش که در 123 ولسوالی و نزدیک به 12000 قریه بود را ما آغاز کردیم. تقریبا از نیمه هم بیشتر توزیع شده کمک ها برای مردم. این کار کرده ما در سال 1399 بود. بسیار خوب. آقای آژان شما در لابلای صحبت هایتان اشاره به این داشتین که با مصرف بودجه سال مالی 1399 که همش به مصرف رسید و شما پلان های خیلی خوب را داشتین، گرچند که ما در سال 1399 سال گذشته دشواری ها و مشکلات زیاد را پشت سر گذاشتندیم. نتیجه کاری که شما گرفتین و همه پلان هایی را که داشتین با تطبیق اون پلان ها آخرین نتیجه که به دست آوردین رضایت مردم همیشه بر ما شریک بسازین. تشکر. یکی از اهداف اساسی فعالیت های وزارت یا انکشاف دهات نزدیک ساختن مردم دولت است. ما با دیزاین و تنظیم پروژه ها و ارائه از او به شهروندا و روستانشینان عزیز ما تلاش ما است که سطح رفاه را یک مقدار بیاریم استاندارد کنیم. نه حالا اگر بسیار کامل مانند شهر نمیشه، بخش نیازهای اولیه مردم روستانشینه او را مرفوع بسازیم. حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، حق دسترسی به کلینیک، حق دسترسی به مکتب، حق دسترسی به جاده، اینا جزء حقوق اولیه شهروندا هست. این شهروند چی در شهر زندگی کنه چی در روستا یک حق داره، یک جایگاه داره و هیچ تفاوت نداره. به این خاطر تمام روی کرده ما تلاش ما ایست که رضایت مردم را جلب کنیم. یکی از تفاوت ها یا یکی از نقاط مزیت کار در وزارت یا انکشاف دهاتی است که ما پروژه را از طریق خود مردم اجرا میکنیم. ما اکثریت ما
برای سال 99 6000 بیشتر 6000 پروژه را دیزاین کرده بودیم که نزدیک به 5000 از این توسط خود مردم تطبیق میشه. کار ما دیزاین پروژه، انتقال وجه نقدی پروژه به حساب شورا و کار انجام کار به عهده شورا است. این چند تا فایده داره. یک، زمین اشتغال ایجاد میکنه. شما میدونید در افغانستان مشکل بیکاری یکی از مشکلات حاد است که حتی تاثیر روی وضعیت امنیتی، روی مشکلات جرم و جنایتی چیزا میگذاره. به این خاطر اما یکی از نگاه های ما ایسته که هر پروژه ما اشتغال زایی کنه. به این دلیل وقتی پروژه را ما در یک روستا او رو تطبیق میکنیم، او زمینه کار ایجاد میکنه بر خود روستا نشین. سرمایه در داخل خود روستا گردش میکنه. یعنی مثلا سمنت هم از اونجا خریده بشه، خشت هم از اونجا. این یا باعث میشه که رابطه مردم و دولت نزدیکتر شود و امو رضایت مردم حاصل شده. خوشبختانه فیدبک یا بازخورده که ما از فعالیت‌های خود در سال 1399 در اوج ویروس کرونا گرفتیم، رضایت نسبی مردم از عمل کرده ما بود و به دلیل از اینکه کمترین شکایت ما در سال 1399 نسبت به عمل کرده خود داشتیم، ما احساس رضایت میکنیم. بسیار خوب. خب آقای آژان، میخوایم بیشتر در مورد سال 1400 فعلا قرار داریم، پلان هایی که شما روی دهزارین رو میخواییم تطبیق شود در این سال و به سال آینده واگذار نشه، به دلیل میخوایم بیشتر از شما بشنیم. تشکر. به صورت معمول کار کرده ما به شکلی است که بخشی از پروژه ما یک ساله است و در یک سال باید تطبیق شود. بله. اما یادتان باشه که ما تمام پروژه خود ما بر سال درس مزرد بر سال مالی 1400 ما نزدیک به 7500 پروژه را دیزاین و پلان کردیم، ولی همه پروژه در آغاز سال شروع نمیشه. سال مالی شما میدونید که از جدی شروع میشه، سال مالی دولت از جدی سال گذشته شروع میشه تا جدی پیش رو. خب یک بخش از این پروژه در آغاز ماهای اول میشه، ولی یک بخش پروژه در وسط یا در اواخر سال مالی کارش شروع میشه. به این خاطر ما معمولا پروژه‌ای که در آغاز سال شروع میکنیم اونه در روند سال کامل تکمیل میکنیم و به دسترس روستانشین ها قرار میتیم. باز یک بخش از این پروژه میفته به سال مالی آینده. همچنان که از سال گذشته حدود 8000 پروژه وارد سال 1400 شد. ما تر 7500 پروژه رو برای سال 1400 روی دست گرفتیم. این پروژه با حدود 8000 پروژه که از گذشته وارد سال جدید شد، یعنی چیز در حدود نزدیک به 15000 پروژه ما کارش در 1400 پیش میبریم. دو پروژه، دو برنامه بزرگ ما که سال 1399 وارد شده روی از او بسیار تاکید دارم. جلالت مآب رئیس جمهور در سال در زنگ مکتب گفت که 1800 مکتب در سال 1400 هم تطبیق میشه. ما تلاش ما ای است که بیشتری مکاتب بسازیم. پیش بینی ما ایست که بتانیم 1200 مکتب کامل تکمیل کنیم در 1400 و 600 مکتبش احتمالا وارد 1401 خواهد شد. حالا ببینیم، شاید هم توانستیم که همون 1800 مکتب را که وعده دادیم همش تکمیل کنیم در سال مالی پیش رو، که در زنگ مکتب 1401 بتانیم 1800 مکتب دیگه به معارف تقدیم کنیم. فاز دوم دسترخان ملی را انشاءالله آغاز خواهیم کرد در سراسر افغانستان ای تطبیق شده و برای همه مردم ای کمک ها برسانه. روی مسئله آبرسانی در مورد میبخشیم قبل از اینکه بپردازیم به مورد دیگر، در مورد فاز اول همین دسترخان ملی هم میخوایم از شما بشنویم چقدر یک برنامه موفقی بود که انجام میاد. تشکر. ما حدود 3 ماه پیش فاز اولش شروع کردیم. در فاز اولش حدود نزدیک به 12000 قریه را تحت پوشش قرار دادیم در 123 ولسوالی 34 ولایت. این برنامه از طریق شوراهای انکشافی تطبیق شد. نقش دولت، نقش وزارتی و انکشاف داد، فقط ایجاد تسهیلات بود. ما پول به حساب شورا انتقال دادیم. شورا خودشان کمیته نظارت داشتن، کمیته تدارکات داشتن و کمیته تطبیق پروژه داشتن. یعنی مردم خودشان بر خود کمک کردن، ما فقط نظارت کردیم که در اینجا اشتباهی یا سوء استفاده صورت نگیره. بخش عمده از این فاز اول تطبیق شد. با توجه به مو بازخورده که ما از استقبال مردم داشته، ما را ترغیب کردی که فاز دوم را با مو کیفیت و با مو دقت و با مو شفافیت انشالله که تطبیق کنیم. در فاز دوم
با ما یک تعداد نهادهای داخلی هم همکار خواهند بود در زمینه تطبیقش در سراسر افغانستان. امیدوارم که کمک بتونه، هرچند کوچک است ولی برای زمان کوتاه برای روی سفره مردم نان بهتری را میسر بسازه و یک مقدار یک کمکی باشه برای وضعیت اقتصادی مردم. بسیار خوب. و آقای جند، از پروژه هایی که شما صحبت کردین چقدر کیفیت کار بر شما مهم هست و در اولویت قرار داره؟ میشه در مورد این هم صحبت داشته باشید؟ مسلما استاندارد پروژه ها یک خط سرخ ما هست. هیچ پروژه‌ای که از اون سطح استاندارد پایین باشه برای ما قابل قبول نیست و ما را نمیپذیریم. بخش عمده ای از پروژه را من پیشتر گفتم که از طریق خود مردم تطبیق میکنیم، ولی یک تعداد از پروژه ها هست که پروژه های بزرگ است و نیاز به کار تکنیکی تر و فنی تر داره. به خاطر ما او را به شرکت ها و مؤسساتی که در می راستا کار میکنن بر ازوا با اونا قرارداد میکنیم. یکی از عمده ترین تمرکز ما روی نظارت بر کیفیت کار است. ما سه گونه نظارت داریم. یکی نظارت مستقیم خود وزارت است که انجینرهای ما مسئولین به طور مداوم از پروژه نظارت میکنن، دیدن میکنن و که با کیفیت سر جایش باشه. یکی نظارت مردم است که ما زیاد روش تاکید میکنیم. مردم در منطقه خودشان میبینن که چگونه تطبیق میشه، آیا سوء استفاده میشه یا نمیشه، کیفیت پروژه خوب است یا نیست، و هر گزارش مردم بر ما قابل اجراست و قابل تمکین. و سومین نظارت، نظارت مخفی هست که از طریق دونر جمع وزارت به صورت نامرئی صورت میگیره. یعنی هیئتی که تشکیل شده ای به صورت غیر مترقبه به روی یک پروژه میرسه، پروژه را وضعیت کیفیت کارش بررسی میکنه، گزارش میده و وزارت یا به دونر، دونر به ما گزارش میده و ما سریعا در رابطه تطبیق میکنیم. این سه گونه نظارت باعث شده که ما خوشبختانه تا حال شکایت کمتر نسبت به کیفیت پایین پروژه ها داشته باشیم. اکثر پروژه ما با مو استاندارد برابر بوده و دوامش برای ما تداوم یک پروژه بسیار مهم است. وقتی ما یک پل میسازیم، خب توقع ما ایست که امون 10 ساله که به طور مثال در نظر گرفتیم، 10 سال هم تو درست کار بده. به این خاطر امون سطح نظارت ما بسیار بالاست و تلاش ما برای کیفیت پروژه ها بسیار مهم است. بسیار خوب، ممنون از شما آقای شاندازی که تشریف آوردین. اگر حرف باقی است مشنیم از شما. سلامت باشیم. تشکر از خورشید و فرصتی که برای من میسر کرد. ما به شهروندهای عزیز، به روستانشینان عزیز، امیدوارم که تلویزیون در روستا هم ببینن. این نوید امیدم که وزارت یا انکشاف داد تمام سعی و تلاش بوده برای ایجاد رفاه و ایجاد تسهیلات برابر با آنچه که در شهرها است این تعهد داره. مسلما جنگ، نابسامانی، ناامنی ها یک مقدار ما را معطل قرار میده ولی استاد نمیکنه. ما همیشه به جلو حرکت میکنیم و در زمینه ایجاد تسهیلات و خدمات برای روستانشینان متحد هستیم. ممنون از شما. حالا هم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین و تنها نگذارید.